فیلد مارشال یوهانس اروین رومل. شاید پیدا کردن شخصی در آلمان نازی که تاریخ را به احترام وادارد کاری غیر ممکن به نظر برسد، اما بدون هیچ تردیدی رومل برای تمامی نظامیان بعد از خود یک الگوی جاودانه است. او در جنگ جهانی اول موفق به دریافت 3 مدال صلیب آهنین و یک بار هم عالی ترین مدال آلمان، یعنی مدال شایستگی را دریافت نمود، و این به خاطر پیروزی در نبرد لونگارنو و به غنیمت گرفتن 81 توپ جنگی و اسیر کردن 150 افسر و 9000 سرباز ایتالیایی بود. تا پایان جنگ جهانی اول تمامی نبردها هنوز شکل اصیل خود را حفظ کرده و پیاده نظام و توپخانه رکن اصلی نبرد بود. اما رومل با نوشتن کتاب وقتی پیاده نظام حرکت می کند انقلابی در تاکتیک های نظامی ایجاد کرد. این کتاب هنوز در دانشکده های نظامی تدریس می شود. او اعتقاد به حمله رعداسا یا بیلسکریگ داشت که بر اساس آن تانک ها با پشتیبانی هوایی و پیاده نظام به سرعت جابجا می شدند و به قلب دشمن می رسیدند. زیر نظر ژنرال گوداریان نیروهای زرهی آلمان به زبده ترین ارتش مکانیزه جهان تبدیل شده بود و همین بس که لشکر هفتم زرهی آلمان به فرماندهی رومل تنها در 12 روز فرانسه را مجبور به تسلیم بیقید و شرط کرد. رومل به دستور هیتلر فرماندهی سپاه آلمان در شمال آفریقا را به دست گرفت و توانست به پیروزی های چشمگیری برسد. با فتح توبروک تعداد زیادی از سربازان بریتانیایی را اسیر نمود و هیتلر دستور قتل عام آنها را صادر کرد، ولی رومل هرگز دست به این کار نزد تا تنها فرمانده آلمانی باشد که از دستور پیشوا سرپیچی کرده است. رومل حتی بین دشمنان آلمان هم محبوب بود و همه بزرگان جنگ از او به عنوان یک نابغه یاد می‌کردند. ژنرال مونتگومری فرمانده ارتش هشتم متفقین در مورد او گفته بود: بزرگترین افتخار دوران نظامی بودنم این است که همرزم من مارشال رومل بود. در اواخر جنگ و با ضعیف شدن آلمان مسئول ساخت دیوار آتلانتیک شد. هدف از ساختن این سازه خط دفاعی غیرقابل نفوذی بود که در جنوب فرانسه و در برابر اقیانوس اطلس ساخته شود تا در برابر حمله وسیع متفقین ایستادگی کند. اما در عملیات دیدی، بزرگترین عملیات نظامی تاریخ بشر تا به امروز، این دیوار توسط متفقین در هم شکسته شد. رومل با سیاست‌های هیتلر در اواخر جنگ مخالف بود و حتی از کودتا علیه هیتلر حمایت کرد. پس از سوء قصد علیه پیشوا و لو رفتن عملیات، هیتلر دستور داد ضمن تضمین امنیت خانوادش و حفظ افتخارات نظامیش تن به خودکشی دهد. کشتن او به واسطه اینکه قهرمان ملی آلمان محسوب میشد مقدور نبود. همیشه بر مزار مارشال رومل به نشانه احترام گل گذاشته می شود و آلمان به داشتن چنین فرزندی مغرور است.